کشته شدن یک سوپ فروش در اثر شلیک طالبان در پکتیا. وقوع آتش سوزی مهیب و خطرناک در تخار که چندین دکان را تومه آتش ساخت. حمله سپاه پاسداران در پاسخ به حمله اسرائیل بر ایران. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. خبرگزاری افاق گزارش میدهد ده ها دکان در تخار آتش گرفت. آتش سوزی گسترده در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار اتفاق افتاد که منجر به سوختن ده ها دکان شده است. آتش سوزی گسترده شب جمعه 21 اود در ولسوالی بهاءالدین ولایت تخار در بازار میوه فروشی این ولایت رخ داده و ده ها دکان آتش گرفته است. آمار و ارقام دقیق از نتیجه سوختن هنوز در دست نیست، اما آمار ابتدایی بیانگر حریق شدن ده ها دکان بوده است. احمد سعیدی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: با عرض سلام، ارتش پاکستان امر دستگیری مولانا فضل رحمان و اعضای پارلمان را صادر نمود. تا به حال چندین عضو پارلمان دستگیر شدند. در این حال خبرگزاری آماج گزارش می‌دهد یک سوپ فروش روی جاده با شلیک گلوله طالبان در پکتیا کشته شد. منابع محلی با آماج میگویند که در بازار ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا بر اثر شلیک گلوله جنگجوی طالبان یک سوپ فروش کشته شد. این در حالی است که دیروز یک دکاندار در پنجشیر نیز از سوی جنگجویان طالبان کشته شد. سپاه پاسداران ایران مسئولیت حمله موشکی به اربیل را پذیرفت. سپاه پاسداران ایران مسئولیت حمله موشکی تازه به شهر اربیل، مرکز کردستان عراق را به عهده گرفت. این نهاد مدعی شده است که یک مرکز وابسته به اسرائیل را در این منطقه هدف قرار داده است. سپاه پاسداران ایران یک شنبه 22 اود با نشر بیانیه مسئولیت حمله موشکی به اربیل، پایتخت منطقه خودمختار کردستان عراق را به عهده گرفته و هدف از آن را پاسخ به جنایات اخیر اسرائیل اعلام کرده است. سپاه پاسداران ایران همچنین در اعلامیه ادعا کرده است که یک مرکز راهبردی توطئه و شرارت اسرائیل را در اربیل هدف حمله موشکی قرار داده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نیز قبلا گفته بود که در حال بررسی این حمله است. آمریکا تصریح کرده است که در این حمله به افراد و تأسیسات آن کشور در اربیل آسیب نرسیده. از مقام‌های محلی کردستان هم گفتند که تنها دو نفر در این حمله زخمی شدند. اسرائیل اما تا کنون درباره این حمله اظهار نظر نکرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.